خدا رو شکر میکنم به خاطر اینکه خداوند من رو و خانوادم رو انتخاب کرد تا اینکه معجزه خودش رو در خانواده من انجام بده. زندگی من مثل خیلی از ایماندارای دیگه خالی از برکت و آزمایش و معجزه نبوده. یکی از این معجزات تولد یه نوزادی بود با وزن 750 گرم. من تازه وارد ششمین ماه بارداریم شده بودم که این نوزاد به دنیا اومد در یکی از روزهای خداوند که یک شنبه اشعای ربانی بودش. قبل از اینکه این نوزاد به دنیا بیاد پزشکا و پرستارا اومدن صحبت کردن، گفتن که توی دنیا از این اتفاقات زیاد میفته و این نوزادی که به دنیا میاد بهش دل نبند چون زنده نمیمونه. پرستارام خب یکی بعد از دیگری میومدن و این حرف رو به هم میزدن، ولی تا قبل از اینکه وارد اتاق زایمان بشم مدام با مسیح صحبت میکردم، با خدا صحبت میکردم و میگفتم خداوند تو خدایی هستی که میتونی هر کاری رو انجام بدی، چه این نوزاد 750 گرم باشه، چه 1 کیلو باشه، چه 3 کیلو باشه. زمانی که من بچه رو دیدم وحشت کردم به خاطر اینکه این بچه اینقدر کوچیک بود، اینقدر ضعیف و نحیف بود که من فکر کردم که اگر قرار باشه من اینو خونه ببرم چطور باید بزرگش بکنم. واقعا انگشتاش مثل یه چوب کبریت بود، سرش نمیدونم بگم اندازه پرتقال بود، کوچیکتر بود، ولی واقعا نمیدونم کوچیکی این بچه رو چطور تعریف بکنم. فردا صبح پزشک نوزادان اومد با هم صحبت کرد، گفتش که این بچه به خاطر شرایط خاصی که داره بعید میدونیم که زنده بمونه، به خاطر اینکه آب توی ریه هاش هستش، مشکل تنفسی پیدا میکنه، بعد هنوز مغزش نمیتونه به اندام‌های تنفسیش دستور بده برای تنفسش، یعنی این بچه هنوز باید توی بدن مادر باشه، در رحم مادر باشه. اون هم خب ما رو ناامید کردش. وقتی که اومدیم بریم خونه مرخصم کردن، گفتن که میتونیم برای چند لحظه نوزاد رو ببینیم. خیلی با شرایط خاص رفتم تو، بچه توی دستگاه بود، سرش توی یه محفظه شیشه‌ای بودش که میگفتن اکسیژنه، به قلبش، دستاش، پاهاش یه سیمای بست بود که نمیدونستم این سیما چیه، دوستم نداشتم اصلا بدونم که چی هستش. و وقتی که بچه رو دیدم از شدت کوچیکی این بچه، از اون نمیدونم چطور بگم نحیف بودن اون بچه، واقعا گریم گرفت، نتونستم بمونم پیشش. اومدم بیرون و خب رفتیم خونه، ولی هر چند ساعت تماس میگرفتم با بیمارستان، حالشو میپرسیدم و پرستارا میگفتن فعلا زنده است ولی امید نداشته باش. دوباره با پزشکش که صحبت میکردیم میگفتش که اگر که 3-4 روز بگذرونه شاید این بچه بمونه، ولی باز بعد از 3-4 روز هم شما امید نداشته باشین، این حرف از ما نشنیده بگیرید. 3-4 روز گذشتش و ما فکر کردیم که خب تمام شده، مشکلی نداره بچه، از نظر تنفس هم خب مشکلی پیدا نکرده بود. تا اینکه روز 12 بعد از تولدش بود، وقتی زنگ زدم بیمارستان دیدم که پرستارا یه مقدار با ناراحتی میگن که از نظر تنفسی مشکل پیدا کرده. سریع خودم رو رسوندم بیمارستان و دیدم بله، بچه دچار مشکل شده. چند روز گذشت ولی خوشبختانه تونست دوباره برگرده به حالت اولش. کم کم گاهی اوقات این بچه رو با اکسیژن البته میدادن بغل من، اونم فقط برای چند دقیقه. همینطور که اون سیما بهش وصل بود، همینطور که اکسیژن روی بینیش میگرفتن بغل من میدادن. در ضمن به این بچه فقط در طول 2 ساعت 2 سیسی با سرنگ، اونم از راه بینی، لوله‌ای که به بینیش وصل بود و میرفت تو معده بهش شیر میدادن. روز 24 بعد از تولدش بود که یه روز زنگ زدم باز بیمارستان، گفتن که باز دچار مشکل شده از نظر تنفسی، الان دیگه نمیدونیم برای چی، آزمایش دادیم آزمایش و جواب خاصی رو به ما نداده،
با سری خودم رو به بیمارستان رسوندم، رفتم توی اتاقی که بخش مراقبت های ویژه بودش، دیدمش و دیدم حالش خوب خوب نیستش و جلوی خودم یه دفعه از لبها شروع شد به کبود شدن تا نوک انگشتاش و دیدم تنفس نمی کنه و بدنش داره کبود میشه. فوری پرستارا رو صدا کردم، پرستار من از اتاق بیرون کردن. پشت اتاق که نشسته بودم دعا می کردم و می گفتم خداوندا تو خدایی هستی که ایلازر رو بعد از 4 روز که توی قبر بود زنده کردی، پس این نوزاد رو تو میتونی که به ما برگردونی. درسته که تنفسش ایست پیدا کرده ولی تو میتونی این کار بکنی. بعد از مدتی یکی از پرستارا اومد بیرون، یه نفسی کشید و گفتش که برگشت بچه. خدا رو شکر کردم برای این کار عظیمش که واقعا شادی دوباره رو به ما بخشید. ولی باز تا شب این مسئله ادامه داشتش، نه به شدت اون باری که من بالا سرش بودم، ولی باز این مسئله ادامه داشت تا 12 شب که یه پزشکی رو از بیرون خواسته بودن و گفتن هرچی این پزشک بگه همونه، ولی احتمالاً سر اون ایست تنفسی که داشته و تو بالا سرش بودی سلولای مغزش از بین رفته و این بچه دچار مشکل مغزی شده. ساعت 12 شب بود، دکترش اومد بالا سرش، یه دکتر دیگه اومد صحبت کرد، معاینه کرد، آزمایشاشو دید، یه تجویزای دیگه از نظر دارویی بهش داد، شیرش رو قطع کرد، همون 2 سیسی که میخورد و اومد بیرون. ما پرسیدیم وضعیت بچه به چه صورته، دکتر گفتش که الان تعریفی نداره ولی از نظر مغزی که میگفتن مشکل داره بعید میدونم که این طور باشه، این آزمایش ها رو باید بذاریم برای بعد، ولی بعید میدونم از نظر مغزی مشکل پیدا کرده باشه. خدا رو شکر اون چند روز هم گذشت و ما خیالمون یه مقدار راحت تر شد. بعد از 2 ماه بودش که گفتن که این بچه رو میاریم توی بخش، تو هم بیا اونجا، یه چند وقتی باید اونجا باشی، بچه رو بیرون بیاریم برای مثلا 1-2 ساعت بیرون بیاریم، با شیشه به شیر بدیم ببینیم که میتونه بدون اکسیژن شیر بخوره، میتونه اصلا از راه دهان شیر رو بخوره. خلاصه وقتی که بچه رو آوردن تو بخش من هم رفتم، ولی وقتی بچه رو شیر میدادیم با شیشه میدیدم که باز دوباره داره کبود میشه. دوباره دکتر پرستار این طرف اون طرف رو گفتن که این بچه مثل این که خون لازم داره. از من خون گرفتن، دوباره به بچه تزریق کردن، 2 بار وقتی که تو بیمارستان بود بهش خون تزریق کردن ولی باز دیدیم خوب نشد. دوباره دکتر اومد بالا سرش گفتش که این شاید با بدون اکسیژن هنوز نمیتونه. دوباره اکسیژن رو یه مقدار درجهش رو بالا بردن ولی دیدن نه، دوباره بچه مشکل پیدا میکنه موقع شیر خوردن. دکترهای دیگه که اومدن گفتن که این برگشت شیر داره، با توجه به مشکلاتی که این بچه داشتش، یعنی مشکلات تنفسی، مشکلات برگشت شیر و خیلی از مشکلات دیگه که پیش اومده بود براش و اینکه همه پزشکا و پرستارا می اومدن و تک تک ما رو ناامید میکردن از زنده موندن این بچه، و ما هم کم کم داشتیم ناامید میشدیم، اما همچنان در دعا بودیم. حتی شبان کلیسا اومد اونجا توی بیمارستان براش دعا شد و توی کلیسا دعای دست جمعی داشتیم. و زمانی که جالب این بود که برای این بچه دعا میشد، دعای دست جمعی میشد، وزن بچه فردا که من زنگ میزدم میپرسیدم 60 گرم بالا رفته بود، 2 بار 60 گرم بالا رفته بود و تماما به خاطر دعاهای دست جمعی بودش که داشتیم، چون هر روز 10-20 گرم بالا میرفت وزن بچه. ولی پرستارا میگفتن که این عجیبه که 2 دفعه این بچه با تمام این مشکلاتی که داره 60 گرم بالا رفته،
و من میگفتم که فقط به خاطر دعای دست جمعی بوده و اینکه صدای ما به گوش خداوند رسیده و به اون جواب داده. بعد از 2 ماه و نیم راشل از وزن 750 گرم به 1 کیلو و 900 گرم رسید که به ما تحویلش دادن. اما قرار شد که 1 هفته بعد به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته به مطب پزشکش ببریم. 1 هفته گذشت، ما اون رو پیش دکتر بردیم و گفتش که لازم سونوگرافی مغز بشه به خاطر همون ایستای تنفسی که داشته. ما اون رو بردیم برای سونوگرافی مغز و دیدیم که این بچه خونریزی مغزی کرده و یه لخته خونی هنوز تو مغزش هستش. باز شروع کردیم به دعا کردن. میدونستیم که این بار هم خدا جواب دعاهامونو میده. ما حتی این بچه رو تو کالسکه نمیذاشتیم به خاطر تکونایی که کالسکه داشتش. تکونای مختصری بود، اما به خاطر اینکه مشکلی ایجاد نشه و این لخته خون جا به جا نشه حتی این کارم نمیکردیم. حتی حمل کردنش هم با احتیاط بودش. و بعد از یه مدت رفتیم دوباره پیش دکترش، دوباره سونوگرافی مغز نوشت و رفتیم که پیش اون پزشکی که سونوگرافی رو انجام میداد. هی دقت کرد، ما ترسیده بودیم که چه اتفاقی افتاده که اینقدر طول کشیده این سونوگرافی. باز دقت کرد، دید لخته خونی نیستش، گفت من هیچی نمیبینم. باز هی تکرار و گفتش که من تعجب میکنم که این لخته خون نیستش، جواب بگیرین ببرین پیش دکترش ببینین اون چی میگه. بردیم پیش اون و دکتر تعجب کرد، گفتش که این لخته خون ظرف مدت کوتاهی از بین رفته و این، یعنی دکتر خودش گفت این جزء یکی از معجزاته که چنین اتفاقی افتاده. این لخته خون اقلا باید 3-4 ماه طول بکشه برای اینکه از بین بره. بعد از چند ماه ما راشل رو به کلیسا آوردیم، اون رو تقدیم خداوند کردیم و بعد از تقدیمش بودش که تمام مشکلاتی که از نظر تنفس، از نظر برگشت شیر، از نظر مغزی، از هر لحاظی داشت بعد از تقدیمش از بین رفت و دوباره طعم شادی رو ما چشیدیم و زندگی 3 نفرامون رو در خداوند دوباره از سر گرفتیم. او تو با او حرف بزنی، کلام تو در او عمل بکنن، تو با او خواب ها، رویاه ها، ای خدا من نقشه تو در زندگی و عملی بشه و باعث برکت اطرافیان برای جلال تو پدر به قدرت و لیاقت و اعتماد نام عیسی خدا من دعا می کنم. آمین. این راشل ثمره دعاهای ما و همه ایمانداران الان 1 سال و 10 ماهشه. مهم این نیستش که ما قبلا توی ناامیدی ها چقدر عذاب کشیدیم، چقدر واقعا ناامیدی ها ما رو اذیت کرده بود، اما نور امید ما میتابید و الان این ثمره دعای ماست و مطمئن هستم که تمام ایمانداران ما ثمره دعاهاشون رو یه جوری گرفتن، چون خداوند ما عیسی مسیح زنده است. آمین. راشل آمین. اینا در بیار. آمین. آمین. من وقتی که میخوابم روی تختم به یاد دارم همیشه با تو هستم.